نمایش هنرمندان سیرک دولتی تاجیکستان و تئاتر دولتی جمهوریوی لختک در صحن آثارخانه ملی تاجیکستان به چرابینی فرهنگی فروغاتی شب در آثارخانه آغاز بخشید. برای اشراک در این برنامه صدها نفر ساکنان و مهمانان پایتخت جمع آمدند. در مراسم افتتاح چرابینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، وزارت اداره ها و مؤسسه های گوناگون کشور، نمایندگان سفارتخانه های کشورهای خارجی در تاجیکستان اشتراک نمودند. ذکر شد که برگزاری چرابینی فرهنگی فراغتی شب در آثارخانه امسال با تجلیل یک قطار جشن های مهم ملی و دولتی راست آمده به فضای فرهنگی مملکت شکوه دیگر زم میکند. ضمن سخنرانی دایرکتور آثارخانه ملی اهل دین عبدالله‌زاده ابراز نمود که در زمان استقلالیت دولتی سمت های اساسی فعالیت آثارخانه ها در کشور معین شده، نقش و مقام آنها همچون مرکز های جمع آوری، نگهداری، تحقیق و تبلیغ ارزش های فرهنگی در قانون گذاری کشور مشخص گردیدند. اطلاع داده شد که امسال چرابینی 18 برنامه گوناگون را در بر میگیرد. شب در آثارخانه عنانه است که در اکثر کشورهای جهان رایج است و آن یک قسمت چرابینی ها بخشیده به روز بین المللی آثارخانه ها میباشد. از روی عنانه در این شب در آثارخانه ها باز و واریچوی با آنها رایگان است. چرابینی فرهنگی و فراغتی شب در آثارخانه امسال برنامه های گوناگون از جمله نمایش هنرهای دستی مردمی و خوراک های ملی، صحنه تئاتر کنونیده شده عالم حیوانات زنده، شو کنسرت سرایندگان، نمایش سفارتخانه ها وابسته به 30 سالگی روابط دیپلماتیک تاجیکستان کشورهای گوناگون، محفل یک تصویر، اکسپونات زنده، درس‌های استاد و شاگرد، خوشنویس، کلالگری، نجاری و غیره را در بر می‌گرفت. برنامه‌های این چرابینی به همه قشر جامعه نگرانیده شدند. یعنی در این شب از تماشابین خرد تا بزرگ وابسته به سن و سال برای خود برنامه‌ای پیدا نمودند. یادآور می‌شویم که همساله 18 می روز بین‌المللی آثارخانه‌ها جشن گرفته می‌شود و سال 1978 اینجانب 150 دولت جهان این روز را تجلیل می‌نمایند. این مرتبه نهم است که آثارخانه ملی اقدامات بین‌المللی شب در آثارخانه را برگزار می‌نماید.